درود بر همگان بونجور مدام خیلی خوش آمدید دوستان چه اونایی که قدیمی هستین و چه شمایی که جدید هستین منت بر سر من میگذارین و اینکه در کنار من هستین عزیزان دل ببینیم چه خبر است در فال امروز میپردازیم به خانی اون شخص اینجا و الان خب تصمیم گرفتم دو تا انتخاب بزنم امروز ببینیم که در انتخاب ها چه خبر هستش کارت اول انتخاب اول ببینیم کسی که توی اسکی هستش اینجا عدد 27 توجه کنید دور برشیه و این, شخ... این تصویر رو خوب نگاه کنید این کارت رو اینجا میذارم و کارت دوم رو با هم دیگه نگاه میکنیم که حرف از اون یه یا همون وزق میزنه میشه وزق هستش اینجا خیلی خوب این کارت رو شما دیدین حالا بریم ببینیم که با هم دیگه چه خبر هستش در انتخاب شما دوستانی که نمیتونین انتخاب کنین انتخاب اول و لطفا نگاه کنید من سخن رو کوتاه میکنم میرم سریع و سر سراغ انتخاب اول میتونین روی ایس بذارین دوستان انتخابتون رو انجام بدین و بعد نگاه کنید درود به عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت اسکی بود من باز هم این کارت هم نشان رو نشونتون بدم این کارت رو توجه کنید ببین کسی که هستش که افتاده و اینکه سر و کلهش حالا به حال درد گرفته و زخمی شده مثل این که اینجا تصادف در اسکی هست اسم این کارت عدد 27 هست جمع اعداد میشه 9 دوستان و حرف از احتیاط میزنه آدمی هستش که در مقابل شما دست و پا شکسته دوستان احساس ضعف میکنه احساس میکنه که واقعا داغون داغون شده حالا چه, چه حالت هستش خودش کاری کرده خودش اتفاقی افتاده و خودش اتفاقی رو یعنی باعث شده بیفته ایمیون خودش ناراحت هست ضربه خورده و حال آدمی هستش که ضربه خورده الان احساس میکنه که شکست خورده دوستان خب اومده بودم تا تفریح کنم یه مرتبه گفتن دست پا هم شکست ممکنه یک سری از اینا دیگه الان توی زندگی شما نباشن دوستان عزیز و اینکه احساس کردن که با رفتنشون به حال میرن خوش میگذرونم اسکی بازی میکنم <applause> و اینکه افتادم و دمار از روزگارشون در اومده حالا ببینیم با هم دیگه من از کارت های دیگه استفاده میکنم بعدون به اینکه با 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 خدا بده برکت بریم ببینیم که در ارتباط با شما عزیزان چه خبر هستش و اینکه در مورد شما این افراد من یک انرژی میگیرم ازش و اینکه بریم ببینیم که چه خبر هست در انرژی های این شخصوسان دو مرتبه اینجا هم تکرار شد دوستان خب و اما خب دوستان آدمی هستش که عزیزان آدر من نمیبینم که اینجا <applause> دیدیم دست و پاشه کسی من نمیدونم که اونقدر بدبخت بیچاره هم بخواده باشه کسی هستش که درگم هست دوستان دو تا از کارتا حرف از درگمی این شخص رو میذارن در مورد شما نسبت به شما بی احساس نیست عزیزان دل ولی باید بدونی که این شخص احتمال اینکه انتخاب احساسی هم داشته باشه زیاد هستش ولی من آدمی ببینم دوستان عزیز توجه کنید که نمیدونه چه کار کنه و چه انتخابی رو انجام بده و چه راهی رو بخواد پیش رو بگیره من میبینمش که سوار شما رو میبینه آدمی مستقل کسی که به راهش ادامه میده زندگیش ادامه داره مثل این میمونه که برای من اینجا این تابلوی رو که دارم میبینم اق... اکثر دوستانی که دارین شما این اه... کار اه... یعنی این قسمت انتخاب کردین افرادی از که رابطه شما وارد یک اه... اه... سربالایی شده یعنی اینکه پیشرفتش خیلی مشکل و یا اینکه آهسته هستش برای چی برای که هر کدوم از شما یک گذشته ای دارین یه پسیف ایماد با هم دیگه داریم و میایم و اینکه ممکن هستش که تداخل داشته باشه من یک چیزی تجربه دارم تو یه چیزی تجربه داری من دو دل هستم شرایط زندگی دو جانب با هم دیگه ممکن است متفاوت باشه ببینین من اینجا دوتا کارت ببینین کسی که باید انتخابی رو انجام بده نمیدونه سردرگم هست اینجا هم دو تا اسبی که در یک جهت نمیرم ولی اون به هر حال کالسکران با اون قدرت نیت خودش سعی میکنه این دوتا تا اسب رو در یک راه بگذره و بره و اینکه احساس میکنم که اون شخص در مورد شما احساس میکنه که شما دارین به راهتون ادامه میدین هر مشکل باشه ولی اینکه موفق خواهید شد مثل میمونه که یک فاصله بین شما ایجاد شده اون مثل که سر جاش واسطه سر چهار واسطه خیابون دست چپ بره یا خیابون دست راست بره شما سوار ماشینتون هستین و دارین جلو میرین پس ببینید تفاوت ها در این هست شما رو میبینه اون هنوز اندر یک خم یک کوچه هست در حالی که شما زندگیتون رو دستتون گرفتین دوستان من کسی رو دارم میبینم که اینجا در از چشمان این شخص رابطه ای هستش که ببینین دو, جانب من فکر میکنم به هم دیگه فکر دارین میکنین ولی ببینین به سمت گذشته هستش مثل که الان در حال حاضر یک صفحه ای هستش که آنچنان پر از زرق و برق نیستش دوستان یه چیزی بوده و الان تبدیل به یک آهستگی شده و اینکه هر کسی حالا شما مخصوصا از از این شخص هم گذشتین و اینکه سبقت گرفتین میدونم چی میخوام و به راه هم ادامه میدم در ارتباط با این شخص عزیزان دل توجه کنه این شخص از اون انرژی زیبایی که شما دارین خوشش میاد و از اینکه شما ببینید قدرت اینو دارین که از خاکستر خودتون در بیاین و شرایط رو مهیا میکنین برای اینکه یک زندگی درست حسابی و خوبی داشته باشین من یکی از دوستان بود تعریف میکرد میگفتش که از بچه های کانال دوستان میگفتش که مثلا جدا شدم رفتم گاو خریدم اینجوری برای که بخوام زندگی خودم رو بسازم بالاخره هر کسی از یک جایی شروع میکنه و این این در شما این حس خلاقیت شما که منو همیشه به وجد در میاره و به هیجان در میاره هر کسی یه کاری انجام میده از دستش برمیاد برای اینکه حالش خوب باشه رو من در تک تک شما میبینم و بهتون آفرین میگم اینجا پس ببینین عزیزان در چیزی که میترسه میترسه که به شما امید بیخود بده ببینین آدمی هستش که من اونایی که اصلا فاصله گرفتین ببینید دوستان این شخص نه ببین توی چارچوب در خونه شما نشسته نه میتونه این چارچوب رو ترک کنه و نه اینکه میتونه تو بیاد و برای همین هست برای چی برای که سردرگم هستش برای که نمیدونه که اگر انتخابی بخواد انجام بده فردا یه روز این انتخاب خوب باشه و اینکه اون شخص که مخصوصا که سردرگم هستش اون سردرگمیش بر حال <applause> میترسه از بین بره دوستان بر حال رابطه ای هستش که در این شخص نمیدونه چه باهاش چکار کنه برای که احساس وجود داره دوستان خب و هر کسی که دروغ بخواد بگه به خودش که دیگه دروغ نمیتونه بگه حالا یه سریاشون هم هستن که تبهر دارن در دروغ گفتن به خودشون خب مثل اغلب اوقات دوستان من یه خطی از انرژی در ارتباط با این شخص میکشم حالا ببینیم دست و پا شکسته و اینجا چه هستش من اینکه بله ببینید دوستان یعنی آنچنان دماری از روزگار این شخص سر آمده شاید واقعا عزیزان دل این شخص اتفاقی برش تصادفی کرده افتاده گفته که نفرینش کردین <تص> یا اینکه همچو اتفاقی افتاد نمیدونم دوستان شما خودتون بهتر میدونید چه اتفاقی شاید خبر بریم ببینید چه اتفاقی افتاده که دست پای این شخص بسته شده دوستان یا اینکه واقعا رابطه یک بار خراب شده و این یک شک روحی به این شخص در اتفاقاتی که بین شما افتاده در براش بوده یا اینکه واقعا عزیزان دل دارم میبینم دیگه یعنی شما رو داره نگاه میکنه من دارم بهتون گفتم در پاشنه ببینید پا توی پاشنه در خونه شما نشسته کسی هستش که واقعا بهتون دوستان وابستگی داره و آرامش رو در کنار, در کنار شما میبینه پس من من خیلی جالب هستش که یک سری ها یک وقتای غروری دارن که روی غرورشون نمیتونم پا بگذارم و بخوام جلو بیان که اینجا من, من کلا دارم میبینم کسی که من به تو وابسته هستم ولی مشاهدگر هستم شاهد ماجرا هستم ولی اینکه بخوام مثلا الان دیگه به خاطر چی به خاطری که شاید تحلیل قوا رفته بنده خدا حالا اینم بهش بریم همه ما انسان هستیم بله ببینید دوستان عزیز توجه کنید یک سریاشون ممکن هستش که کسی هستش در کنارشون دوستان مادری هستش کسی هستش عزیزان دل که باعث شده که این شخص در یک حالت انزوا باشه الان خانمی آقایی نمیدونم شخصی در کنار این شخص هست یا اینکه در گذشته این شخص هست دوستان توجه کن تابوت اینجا افتاده یک چیزی از گذشته این شخص هستش که ممکن هستش که این شخص رو در یک حالت کما فرو برده تجربه زندگی میتونم بهتون بگم حالا کسی شخصی هر چیزی که باشه تجربه زندگی هست و از جانب دیگه غرور این شخص دوستان ببینید این شخص شخصی هستش که مادیات من میبینم که برایش مهم هستش و اینکه ولی شما رو هم نمیتونه از ذهن خودش خارج کنه ممکنه شما الان با هم باشین ممکنه متوجه باشین که یک سری از فاصله های بین شما ایجاد شده یا اون ش... این شخص اونجوری که شما دلتون میخواد با شما نیست دلیلش پس ممکنه هست این باشه انرژی سالسی این میون هست چه زنده چه مرده چه هر یه حاضر هر چیزی که هست ببینین این میون ممکن هستش که مانع از این هستش که این شخص بخواد در مورد شما کاری رو انجام بده حالا من از کارت های تاروت استفاده میکنم دوستان بریم ببینیم تاروت علیه السلام چه چیزی رو به شما میگه امیدوارم که وقت باشه برم اوکی ببینید دقیقا همون گونگی در ارتباط با شما دو منطبه اینجا افتاد که نمیتونم چه کار کنم ببینید دوستان کسی هستش که شما باز هم نگاه میکنه و اینکه در حال تفکر هستش ایشالا که انشته میشه همیشه باید بهتون میگم این کارتو من باید یه مقداری بپوشونم به خاطر یوتیوب پس کسی هستش که بر یک حالت انفعالی نسبت به شما هستش و در سردرگمی کامل هست و اینکه نمیدونم چه, چه کار کنم از نظر احساسی میگه این شخص دچار یک معلو معلولیت شده دوستان در مورد رابطه 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 تبدیل شد ببین مثل میونه که این در این رابطه عزیزان دل هر کدوم از شما یعنی یکی از شما به اون یکی بیشتر میرسیده مثل میمونه که یکی مادر اون یکی دیگه بوده یکی مادر پدر اون یکی دیگه بوده برای که دو تا کارت حرف از کارت های میزنه که حرف از بیشتر انرژی یین داره برای من میزنه اینجا دارم میبینم که ببینین رابطه بوده که بیشتر شاید هم برای یک سریتون یک رابطه پنهان بوده یه رابطه ای که پنهان نگه حالا هیچ کس هم نفهمه ولی آنچنان در موردش با دور و بریامون صحبت نمیکردیم و هر کسی دارم میبینم که اینجا ببینیم به فکر این بوده که ببینین ساختن ساخت و ساز این رابطه ساخت و سازی هستش که شاید برای برای خود شما هم مبهم هست الان هم برای اون شخص و هم برای خود شما این شخص دارم میبینم که سعی میکنه مسائل رو از دیدگاه منطقی و حالا عاقلانه باهاش رفتار کنه یک رابطه من اینجا دارم میبینم که ببینید اینجا باز هم ممکن هستش که همون انرژی سالس اینجا هم تشریف داشته باشه که باعث میشه که یک مقدار استراب و استرس رو وارد رابطه شما بخواد بکنه دوستان به حال یک رابطه روحی عمیق رو من اینجا بین شما میبینم هی hey, هی وقتی که یه وقتا یک فالها و یک کارت رو میبینم و اینکه متاسفانه روابط خوب ولی اینکه به حال اتفاقاتی در اون داره افتاده یا داره میافته اینجا من چیزی که دارم میبینم عزیزان در شما رو میبینه کسی که در آنچنان حرف نمیزنه یا واقعا سکوتی کردین در مقابل این شخص حرف نمیزنین و اینکه دارم میبینم شما رو میبینه کسی که واقعا حالا مرموز هستین حرف نمیزنین و مش شما هم مشاهده گر هستین ببینین این دوستان دارم ببینم که یک سریاتون خیلی وقتها شما بودین که پیش قدم بودین و کاری رو انجام دادین و الان این شخص رو عادت دادین و به این مسئله که شما شروع کنید. شما کاری رو انجام بدید و منتظر هست من احساس میکنم که این شخص شما قدمی برداری همون جوری که احساس میکنه که شما هم منتظرین که اون قدم برداره حال شما رو میبینه کسی که ببینین در مقابل این شخص شما هم آمار دارین میگیرین و اینکه به زندگیتون میرسین و سکوت کردین و همه حرفتون رو هم به این شخص نمیزنین خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم عزیزان دل کارت بقی بعدی دوستان حرف از این ببینید بازم تمایل و گرایش این شخص نسبت به شما داره میزنه دوستان این حرف از این میزنه که شما خواب شما رو هم خیلی زیاد میبینه ببین خیلی دلش میخواد شعله در اون هستش که این رابطه رابطه داختری بشه ولی مثل اینکه اجاقش خاموشه <applause> واسه چی؟ واسه اینکه خود این شخص همونجور که گفتم خود این شخص هستش که در یک حالت انفعالی هستش نمیتونم دل بکنم و نه اینکه میتونم بیشتر از اونچه که الان انجام دادم و در قبال تو بخوام انجام بدم من اینجا دارم میبینم احساس ببینید شما شخص بسیار مهمی برای این شخص هستیم ببینید دوتا تا کارت دو تا آرکان ماژور دو تا تاروت کبیر افتاده ببینید در کنار شما حسش این هستش که ببین شما مثل اونه که همه یه آدم خیلی مهم هستین و افت... یه حالت افتخار به این شخص میدین و یه حس آزادی در کنار شما داره باز هم دارم میبینم که اینجا احساس میکنه حسش اینه حسش به نسبت به شما که یک مسئله یک رابطه بسیار بسیار قدرتمند هست و باز هم این تمایل فیزیکی باز هم اینجا هست و این وابستگی دارم میبینم که ممکن هستش به فیزیک شما به, به ظاهر شما این شخص داشته باشه و, و ببینیم که آه... 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 دوتا کارت آخر هم براتون میریزم ببینید دوستان عزیز این شخص آنچنان استرابی داره در مورد شما عزیزان دل که من دارم میبینم که ببینید فکر شما از سرش بیرون نمیره و دلش میخواد که و من احساس میکنم که با این دوتا کارتا کار رو میکنه حداقل در مورد شما که حال خودش بهتر بشه دوستان و از حالت درد درونی بخواد بیرون بیاد به چیزایی بود که من میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز من روی ماهتون میبوسم پس ب... برای خودشم که شده این شخص کاری رو انجام میده داره به آخر یک دوره میرسه نه برایش زیاد افتاده روز روزگار خوش دوستان عزیز و تا فال دیگه خدا نگه دور به دوستان و عزیزانی که این کارت رو انتخاب کردن این کارت این قورباغه ای که روش سرش تاج یا اینکه وزق دوستان خب من این کارت رو اینجا برای شما میگذارم ببینن عزیزان دل من احساس میکنم که برای یک سری از شما یک دوره از زندگیتون با همدیگه تمام شده وزخ کارت وزخ اینجا افتاده یا همون قورباغه حالا اینجا یه میگم بهش بیشتر وزخ چون داستانش چه چیزی هستش داستان همون شاهزاده ای بوده که تبدیل به یک وزخ شده بوده و تا زمانی که اون حالا دختره نبوسیدتش و که که تبدیل به حالا به شاهزاده میشه بعدش متوجه نشده که واقعا واقع واقع این, این وزق نیست و این همون شاهزاده هستش حال حرف از ارزش ها میزنه حرف از این میزنه که به،, ظاهر نگاه نکردن اون کسی،, کسی هستش که مثل که شما رو خوب میشناسه دوستان و یا اینکه بر حال درک کرده که شما یک ارزش خاصی داریم و مثل دیگران نیستین و هر کسی هر قضاوتی روی شما داشته باشه این شخص دوستان عزیز یک ام، انرژی خاصی در شما میبینه و یک تصویر خیلی خاصی از شما داره به خوبی. خب حالا بریم ببینیم با همدیگه همون کاری که با دوستان عزیز دسته اول انجام دادم اینجا هم نگاه میکنیم با همدیگه بریم ببینیم این که یه آماری از شما و اون شخص میگیرم دوستان و ببینیم با همدیگه کجای کار هستید یک سایه شما دوستان عزیز دو تا انتخابا رو دارین نگاه میکنین امیدوارم برای همون شخص نباشه دو تا انتخابات اون دیگه بستگی که به خودتون داره چرا که دوستان من دوست ندارم که شما براتون نشخاری ذهنی به وجود بیاد ببینین دوستان اون شخص شخصی هستش که ببین هم احساس داره نسبت به شما و همین که ناراحتی هایی رو نسبت به شما داره دوستان ولی چه برای که احساس میکنه که ببینین دوستان از جای من حالا خوبی ها رو میگم بدی ها رو هم بهتون میگم اولا که آدمی هستش که دلش میخواد شما رو شاد کنه دلش حضور شما در زندگیش مثل خورشیدی میمونه که توی زندگیش هست حالا چرا این خورشید یک مقدار نورش کمتر شده رو نمیدونم عزیزان دل از جا از نظر این شخص اون محبت اون سخاوتمندی که بین شما بوده خیلی کمتر شده ببینید شما مثل این میمونه که با هم دیگه در یک تعهد روحی بودین دوستان حالا یا ورقه ای واقعا ازدواج بوده یا در یک تعهد روحی هستین عزیزان دل به این تعهد شاید یک جاهایش حالا بهش خدشه وارد شده شما رو میبینه کسی که واقعا میتونین میتونین همونقدر خوب و زیبا باشین که میتونین در موردش عزیزان داره خیلی هم به حالت ظالمانه باهاش به خانه رفتار کنید. دیده بسیار بسیار خوبی روی این رابطه داره رابطه با نرمش با رابطه هستش که احساس میکنه که شما در قسمت هم دیگه بودین و در تقدیر هم دیگه بودین یا هستین عزیزان پس بس نگاه بسیار خوبی داره من هم قسمت های رو بهتون میگم هم قسمت های منفیش بهتون میگم مثل میمونه که ببینین یه مقدار حالا من میبینم رابطه رو میبینه رابطه, رابطه, رابطه که الان خب ممکنه که شما خیلی وقت هم دیگه رو میشناسید. یک سری با, با اینکه فراز و نشیب هایی که داشته راه خودش رو پیدا کرده و داره ادامه پیدا میکنه حالا ببینید عزیزان دل این بربرها از نظر این شخص الان راهی که در اون هست این راه هستش که باید باشین در, در, اون, در اون راه ببین یک ناراحتی ها و یک دلخوری هایی رو من دارم میدم یک اوم... ببینید یک مسئله هستش که نمیدونم خودتون شاید بهتر بدونید چه اتفاقاتی بین شما افتاده عزیزان ولی من احساس میکنم که در مورد شما احساس میکنه که شما دیگه نسبت بهش مثل قبل شاید نیستین و ببینین چیزی که خوشش میاد این حس شادی شما این فعال بودن شما رو دوست داره این شخص عزیزان دل و اینکه شما نمیترسین از اینکه اگه بخورین زمین پاشین و اینکه و وقتی هم که پا میشین درست حسابی پا میشین و برای خودتون از موقعیت های زندگیتون استفاده کنیم ببین عزیزان من دارم میبینم که یک مسئله که هستش در سر این شخص مسئله هستش که احساس میکنه که شاید یک گذشته این میون هست یا برای شما یا بر اون شخص یا برای دو نفرتون که این گذشته عزیزان ممکن هستش که دست و پاگیر باشه و اینکه نتونین با همدیگه دیگه جلو برید این احتیاط یه حالت احتیاط یک حالت چسبندگی به یک گذشته ممکن هستش که یا وابستگی به یک گذشته یا مسائلی که در گذشته بین شما بوده برای این شخص دوستان دارم میبینم که یک مقدار ممکن هستش که احساس کنه که مشکل ممکن هست این باشه و از اینجا بیاد و من احساس میکنم از نگاه این شخص این رابطه رابطه ای هست که در اون فراز و نشیب ها ممکن هست و وجود داشته باشه پستی و بلندی ها ممکن هست و وجود داشته باشه ولی یک رابطه ای هست که باز هم بهتون میگم از دیدگاه این شخص رابطه یکی که تقدیر سر راه شما قرار داده همدیگر رو قرار داده و اینکه همونجور که قبل هم بهت گفتم فصلی از این رابطه به پایان رسیده من نمیگم این رابطه به پایان رسیده دارم میگم می بهتون که فصلی از این رابطه به پایان رسیده و این شخص دارم میبینم خودش رو دست سرنوشت داده ببینم سرنوشت چی میخواد ارزش شما رو همونجور که کارت کارت های قبل هم بهتون گفتم ارزش شما رو بسیار بسیار دقیق مثلا این شخص میدونه حالا منو نزنین کارت کارت های بسیار بسیار خوبی هستن خب حالا من این کارت رو جمع می دوستان عزیز و ببینیم که کارت بعدی در ارتباط با این شخص بهتون چی میگن من از کارت های مختلف ازتون استفاده می کنم یکی از کارت که استفاده می کنم این کارت هستش ببینیم با هم دیگه واو بام 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 این شخص از جانب شما ببینید استراب هایی رو داره استراب رو داره و این استراب حالش رو بد کرده مسترب هستش حتی بیخوابی داره به شما خیلی فکر میکنه و اینکه ترس از این داره که چرا از شما یه حالت های ترس داره ترس از خارج داره از اتفاقاتی که ممکن استش که از دستش از طرف خارج به سمتش بیاد از دیگران ممکن است به سمتش بیاد که مثلا دیگران شاید قضاوتش کنن نمیدونم برحال یک اتفاقاتی که داره اینجا من دارم میبینم این هستش که آدمی هستش که خیلی داره فکر میکنه خیلی به شما فکر میکنه و قصد چه چیزی داره ببین این اینجا پوستی که هسته. اون چیزی که خراب هست از زندگیش رو بیرون بریزه و یک درست چی مسئله درست حسابی رو با شما بخواد شروع کنه دوستان برای که احساس من دارم میرم ولی در کنار این احساس من دوستان عزیز دارم یک تفکر خاص هم میبینم آدمی نیست ببینید آدمی هستش که در سر خودش هستش و میترسه از این که حالا نمیدونم در بین شما همجور که قبل گفتم هم خوبی ها رو هم بدی ها رو بهتون گفتم ممکن استش که اتفاقاتی افتاده که واقعا بین شما که این شخص رو خیلی ترسونده عزیزان و ترس از حتی بهتون گفتم از نتایج و یا واقع به رابطهش با شما در مورد حالا دنیای پیرامونش داره حالا دنیای پیرامون شما شاید بهتر میدونین که کی, کی هست خب بریم ببینیم با هم دیگه چه خبر است در کارت های دیگه دوستان در کارت های دیگه ببینید اوکی بله ببین دوستان شخص از نظر تمایلش نسبت به شما زیاد هست تمایل اینکه بخواد یک راهی رو با شما شروع کنه زیاد هست آدمی ازش که با خودش راست و حسینی داره روی خودش کار میکنه یعنی داره زیر و بالا میکنه نگاه میکنه که ولی خب ببینین گفتم بهتون حرفش شروع اینجا میزنه شروع کنم چی میشه من تمایلم نسبت به این خیلی زیاده دو آتشه هست اینجا من کسی دارم میبینم و میلش این هستش که اقدامی رو انجام بده پر از شر و شور هستش دوستان و مسئله یه دیگه هم توی زندگی این شخص هستش عزیزان در ممکنه فرزندی داره این شخص ممکنه که یک مسئله خاصی <تصفح> توی زندگی این شخص هستش که این شخص رو حتی به وجد در میاره شما یکی از مسائل یعنی مسائلی هستن که این شخص رو به وجد میاره دوستان در ارتباط با رابطه رو با شما دوستان نگاه کنم بله در این رابطه این هستش که این شخص نسبت به شما بی احساس نیست شما هم نسبت بهش بی احساس نیستین احساسی که به یک بلوغ رسیده دوستان ولی در این رابطه من دارم میبینم که در رابطه با همدیگه عزیزان دل مشکلات هستن محدودیت های وجود داره مثل میونه که ببینیم ما به هم دیگه علاقه داریم اوکی ولی در تله افتادیم نمیتونیم از این از فکر هم دیگه در نه من میتونم از فکر تو در بیام و نه اینکه میتونم مثلا 100 درصد اون جوری که تو دلت میخواد من در خدمت تو باشم یک حالت محدودیت هایی رو من اینجا دارم میبینم و مسدودیت هایی که بیشتر ترس هستش اینجا تو این. به خاطری که از نظر احساسی من دارم میبینم که اینجا احساس وجود داره دوستان خب بریم ببینیم کارت های در ارتباط باز هم در ارتباط با شما چه خبره دوستان شما رو میبینه کسی که واقعا هر چیزی که بخواید توی زندگیتون رو دارین عزیزان دل آدمی هستین بسیار دلبر و اینکه کسی هستین که مسئولیت پذیر هستین توی زندگیتون تلاشتون برای تون خیلی زیاد هستش شما رو میبینه بینیاز دوستان شما رو میبینه بینیاز و شما رو میبینه کسی که مننت میذارین بر سر کسی که بخواین باهاش چیزی رو تقسیم میکنین زندگیتون رو تقسیم کنین لحظاتتون رو تقسیم کنین به حال شما رو واقعا یه اون بالا بالا تاخچه بالا میبینه برای یه سریشون ببینید دوستان من احساس میکنم ترس ترس از این هستش که من با تا کس دیگه ای در کنار شما هم باشه یا اینکه شما در ذهنتون شخص دیگه ای باشه ببینید دوستان عزیز این شخص خیلی هم به خودش میباله برای احساس میکنه که خود این شخص هم در چشمان شما یک حال ارزش خاصی رو داره بله خیلی دوستان نسبت به شما این شخص گرایش داره گرایش فیزیکی بسیار بسیار بسیار, بسیار بالایی نسبت به شما داره پوف یعنی اینجا ترکشاش همه جای وجود این شخص رو خورده به هر حال من آدمی دارم میبینم که ممکنه احتمال اینکه به این زودی ازش خبردار بشون اگر ازش خبر ندارین زیاد هست میل به صحبت کردن با شما داره ممکنه که یک سری از مسائل رو برای شما فاش کنه دوستان در ارتباط با خودش خب اونایی که با هم هم هستین بدونی که ممکنه که پرده برداری کنه از خیلی از این از مسائلی که حال شاید شما در جریان نیستین یکی ممکن ببین یک خشم نسبت به شما داره یک ناراحتی نسبت به شما داره قبلا بهتون گفتم حالا این به خاطر این ازش که شاید بین شما لج و لجبازی هایی وجود داره شاید شما حاضر نیستین که اونجوری که این شخص درش میخواد در, در خدمتش باشین بهش سرویس بدین مثل گذشته حالا یا اینکه بر حال شما آدمی هست ببین یه حالت خشمی من دارم اینم این اینجا نسبت به شما داره ببین بین زودی من برای خیلی از شما دارم ببینم خیلی از حرفا ب... از جانب این شخص به سمت شما میاد خیلی چیزها برای شما دارم میبینم که مشخص میشه آدم خودش هم آدمی هستش که دارم میبینم که برای شما ببینید این اینجا بهتون گفتم محدودیت های وجود داره, 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 گفتم محدودیت های ذهنی هستش اینجا هم یه حالت لج و لجبازی داره و اینکه حالتی که من فاصله میگذارم فاصله میذارم با اینکه ارزش شما رو میدونه قدر شما رو میدونه دوستان عزیز ولی من دارم میبینم که ترس های روی شخص داره ببینید بیخوابی داره اصلا در ارتباط با شما یک سری از حرفها رو من دارم میبینم که این شخص خیلی زیر و بالا میکنه نگاه میکنه و اینکه ببینه که چرا و چگونه اینکه خیلی از حرفایی که بین شما شاید رد و بدل شده باشه دوستان خب بریم ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه اوکی عزیزان داره. من دارم میبینم که این شخص عزیزان در ارتباط با شما جبران رو خواهد کرد کارهایی رو خواهد کرد قدمی رو به صورت واقعی خواهد برداشت اونایی که از هم دیگه خبر نداریم بدونین دوستان عزیز این شخص ازش خبردار خواهید شد برای خ... میخواد یه جبران هایی در مورد شما انجام بده خب کسی هستش که دوستان عزیز توجه میکنه به شما یواشکی نگاهتون میکنه حالا به چه صورت یواشکی نگاهتون میکنه عکستون رو داره عکستون نگاه میکنه خیلی هم میگم من که بلاکش کردم چجوری منو از من خبردار هستش بدونین که عکساتون رو نگاه میکنه و یک توجه خاصی داره چون اون شخصی هست که احساس میکنه که شما رو به صورت واقعی میشناسه دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا